سلام، من فراس هستم و اینجا پارسی تیوی. این بار به سرنوشت رامش، خواننده قدیمی قبل از انقلاب و دلیل خداحافظیش و علت فوت این هنرمند مشهور میپردازیم. اما قبل از هر چیز، در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. رامش با نام اصلی آذر محبی تهرانی در 22 آبان 1325 در شهر تهران و در خانواده‌ای با 3 خواهر و 1 برادر به دنیا آمد. او تا مقطع دیپلم طبیعی به تحصیلات خودش ادامه داد و تصمیم داشت بعد از دیپلم وارد دانشگاه بشه و در رشته جراحی به تحصیلات ادامه بده. اما با صدای مخملی و زیبایی که داشت به عرصه خوانندگی روی آورد. بعد از اتمام دبیرستان به خاطر علاقه به موزیک و مخصوصاً گیتار به تعلیم این ساز مشغول شد و گاه همراه با ساز خودش زمزمه میکرد. این آواز به گوش دوستان و اطرافیان میرسه و اصرار میکنن که به آواز بپردازه. اون به خاطر اشتغال به تحصیل از این کار خودداری میکنه. بالاخره اصرارها ثمر میده و با نام هنری رامش اولین ترانش به نام پرستو جان که شعرش رو لعبت والا سروده بود در 12 فروردین 1344 در برنامه گلها یا یک شاخه گل اجرا کرد که از رادیو ایران پخش شد و با اجرای زیبایی که داشت بسیار مورد توجه قرار گرفت. وی بیشتر به اجرای ترانه های پاپ مایل بود تا ترانه های سنتی و خودش در این باره گفته: در خواندن ترانه های جاز یک نوع آرامش و نشاطی حس می کنم. رامش در چندین فیلم سینمایی هم ترانه هایی اجرا کرد و بعدها همکاریش رو با پرویز مقصدی آغاز کرد و علاوه بر اون با ناصر چشم‌آذر و منوچهر چشم‌آذر هم همکاری مستمر داشت. رامش ترانه ی تهمت رو که کاری از پرویز وکیلی و آهنگسازی ناصر چشم‌آذر بود به صورت ستایی 3 بار تکرار همزمان از صدای خود خواننده اجرا کرد که در زمان خودش یک ابتکار به حساب می اومد و تا اون زمان کسی این گونه ترانه هایی رو اجرا نکرده بود. رامش در کنار ویگن، منوچهر سخایی، گیتی پاشایی، عارف و گوگوش از مشهورترین خوانندگان با سابقه موسیقی پاپ ایرانی به شمار می رفت و در شوهای تلویزیونی چشمک، میخک نقره‌ای و رنگارنگ برنامه های زیادی اجرا کرده بود. یکی از مشهورترین ترانه های رامش ترانه رودخونه ها، دومین ترانه صادق نوجوکی در مقام آهنگسازی با کلام محمد علی بهمنی بود که با الهام از داستان ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی سروده شده بود. داستانی که کتاب اون در اون سالها از کتابهای ممنوع به شمار می اومد. از دیگر کارهای بسیار زیبای رامش که خودش هم خیلی دوست داره میتونیم به ترانه پاییز با شعری از فروغ فرخزاد، ترانه زائر از کارهای محمد صالح اعلی و ترانه منتظر که شعر و آهنگ اون از خود رامش بود رو نام برد. طی 2 دهه فعالیت یعنی دهه 40 و 50 قریب به 100 ترانه از رامش به یادگار مونده که شماری از اونها عبارتند از رودخونه ها، زائر، اشک، نمنم بارون میاد، غریبه، شیطونک، لب دریا، عشق گناهکار، بی تو من کسی ندارم، آدمک، داغ داغ، تو آفتابی تو مهتابی، از خودم بدم میاد و غیره اشاره کرد. رامش ترانه های 2 صدایی با برخی از خوانندگان مرد نیز اجرا کرد. از جمله گل بوسه همراه با ویگن، چه خواهد شد خدایا همراه با حسین خواجه امیری یا ایرج، یار رویایی همراه با امیر رسایی، بیا یه بوس بده همراه با ضیاء آتابای، تک دستام دستام و منتظر همراه با فریدون فرخزاد، جهاز خدا نگهدار و شنبه و یک شنبه همراه با رامین. در سال 1352 رامش به دعوت منوچهر نوذری برای اولین بار به عنوان بازیگر در فیلم خیالاتی حضور پیدا کرد و بعد از اون در فیلمی بازی نکرد. رامش بعد از انقلاب در سال 1358 و 59 2 ترانه به نام‌های گفتگوی سبز و تهرون رو اجرا کرد که شعر و آهنگ ترانه تهرون از خود رامش بود و بعد از 17 سال سکوت در سال 1374 آلبوم جهان سوم رو به بازار داد و بعد از سالیان سال
دوباره یک آلبوم با داریوش و فرامرز اصلانی به نام معشوق همینجاست رو به بازار عرضه کرد و بعد از اون فعالیتی نداشت. او درباره یک کنارگیریش از خوانندگی گفته: نخوندن من ابتدا اعتراض بود به صدای قدغن زنان در ایران، صدای قدغن خوانندگان زن در سرزمینم که حتی اجازه خوندن و فریاد درون خودشون رو به گوش ها رسوندن هم نداشتم. بعد کم کم این اعتراض یک عادت شد و با من سالها موند. حالا به نخوندن عادت دارم، ولی اگر روزی دوباره به ایران برگشتیم از ته دل برای همه مردم میخونم. رامش در 17 سالگی قرار بود بنا به خواسته پدرش برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی و جراحی مغز به دانشگاه بره، اما آشنایی با عطاءالله خرم در یک مهمانی و خوندن یک آواز سرنوشت اون رو تغییر داد. وی به برنامه گل‌های رادیو ایران دعوت شد و نخستین ترانه خودش رو به نام پرستو جان اجرا کرد و یکی از بهترین و محبوب‌ترین خواننده‌های عصر طلایی موزیک پاپ پیش از انقلاب بود. مادرش همیشه مشوق آوازخوانی وی بود، ولی به گفته که گیتی خواهر رامش در ماهای نخست که وارد عرصه هنر و خوانندگی شده بود، هر جا که میرفت پدرشون رو همراهی میکرد. مدل موی اون که به مدل رامشی مشهور شد همون موی آفرو یا موی فرفری بود که دختران سیاه‌پوست آمریکایی اون رو در دهه 60 و 70 میلادی مد کردند و با آنجلا دیویس از مدافعان حقوق شهروندی سیاه‌پوستان در آمریکا در ذهن‌ها نقش بست. رامش هنرمندی سختگیر در تولید سبک و ترانه‌هاش بود. همواره به شیوه‌ها و تنظیم‌های خاص علاقه‌مند بود. در کارنامه هنری اون از جمله آلبوم‌های آدمک، دریا دریا، تهمت، داغ داغ و سنگسار ثبت شده بود. رامش از ریشه های موسیقی کلاسیک فارسی شکوفا شده بود و حرفه خودش رو به طور رسمی در سال 1343 با ترانه پرستو جان در برنامه یک شاخه گل رادیو گلها آغاز کرد و تجربیات خودش رو در زمینه سنتی همانند هنرمندان ترکیه‌ای چون اسمت ندیم، سواتسین، اورهان گنجبای و غیره در موسیقی غربی بهره گرفت. اونگاهی اوقات ابزار غربی یا ریتم غربی رو در موسیقی سنتی خودش به کار می برد. در کارهای سال 1345 رامش می توان ریتم های غربی مانند رومبا، بوسانوا و همچنین صداهای گیتار سرف و کمبو ارگان رو در موسیقی رامش شنید که این استفاده ها در سال 1347 بیشتر شد. رامش ترانه های دو صدایی رو با عارف، منوچهر سخایی و ویگن به جای بازیگران در فیلم ها اجرا کرد که در این دوران رامش بیشتر کارهای عطاءالله خرم رو اجرا می‌کرد که حرفه خودش رو با همکاری با ویگن اولین ستاره موسیقی پاپ آغاز کرده بود. از وضعیت ازدواج و همسر رامش اطلاعات دقیقی در دست نیست. در سال 2015 رامش در گفتگوی با مجله جوانان لس آنجلس در پاسخ این پرسش که آیا تا به حال ازدواج کرده ای گفته بود که بعد از انقلاب در هنگام سفرش به بریتانیا در لندن با یک غیر ایرانی ازدواج کرده. رامش پیش از انقلاب 57 در لندن بود و با وقوع انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد. در سالهای 79 تا 82 با داریوش، ستار و خانم جمیله مرتب کنسرت داشتند. زمانی که در لندن بود با یک مرد انگلیسی ازدواج کرد که بعداً از هم جدا شدند. اما فریده زولاند در مورد رامش گفته: رامش به موسیقی و صحنه خوانندگی عشق می‌ورزید. متاسفانه در اولین قدم که بعد از مدت‌ها آلبوم جدید جهان سوم رو در سال 1996 در دسترس مردم قرار داد، همزمان در اولین شب کنسرتش در شراین ادیتوریوم با مهربانی‌های غیرمنتظره‌ای روبرو شد. چون انسان بسیار حساسی بود، با اینکه بهترین اجراش رو کرد، متاسفانه با دلسردی فراوون برای همیشه صحنه رو ترک کرد. مرتضی برجسته هم در مورد رامش گفته: متاسفانه رامش در اولین کنسرتش که به اتفاق داریوش در شراین ادیتوریوم محل برگزاری جوایز اسکار بود، به خاطر اختلافی که داریوش با کنسرت گذار پیدا کرد، داریوش از حضور در صحنه کنسرت خودداری میکنه و این ضربه بزرگی بود به احساس رامش. البته رامش اون شب برنامه خودش رو اجرا کرد و از اون زمان به بعد گوشه گیر شد و در هیچ کجا ظاهر نشد و حتی جواب تلفن دوستانش رو هم نمیداد. من بارها سعی کردم با اون تماس بگیرم که موفق نشدم. در 1399 به دلیل ایست قلبی درگذشت.
روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.